در جریان وقایع بعد از انتخابات پرحرف و حدیث ریاست جمهوری سال گذشته، برخی از معترضان به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران که زیر نظر نیروی انتظامی اداره میشد منتقل شدند و حداقل 4 نفر از دستگیر شدگان، محسن روح‌الامینی، امیر جوادیفر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی در این بازداشتگاه کشته شدند، تا در نهایت رهبر جمهوری اسلامی به دلیل غیر استاندارد بودن این بازداشتگاه دستور تعطیلی آن را صادر کرد. مهدی کروبی از رهبران مخالفین در ایران نیز بنابر اظهارات برخی از بازداشت شدگان کهریزک خبر از وجود تجاوز جنسی در این زندان داد، هرچند این اتهام از سوی مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون رد شده، اما این اظهارات و تصاویر و فیلم های منتشر شده از کشته شدن معترضان در خیابان های تهران و سایر شهرهای ایران واکنش بین المللی را به آنچه که در ایران می‌گذرد برانگیخت و سالی سخت را برای رهبران جمهوری اسلامی رقم زد. در آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان حوادث بازداشتگاه کهریزک، 12 نفر از جمله یک سرتیپ و یک سرهنگ در ارتباط با نقششان در کشته شدن معترضان خیابانی در آن بازداشتگاه مورد محاکمه قرار گرفتند، ولی به نام متهمین هیچ اشاره‌ای نشده است. اما این تنها معترضان خیابانی نبودند که نامشان با پرونده کهریزک گره خورد. رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک، نیز اندکی پس از برملا شدن مسائل این بازداشتگاه جان خود را به طور مشکوکی از دست داد. سازمان قضایی نیروهای مسلح که مرجع قضایی رسیدگی به پرونده کهریزک است، اعلام کرده که موضوع مرگ وی را نیز به طور جداگانه بررسی خواهد کرد. در این میان دستگاه قضایی ایران تاکنون در ارتباط با سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور که گفته می شود در حوادث کهریزک نقش اصلی را داشتند، اقدامی جدی نکرده است. هرچند که پیش از این مجلس ایران در گزارشی به صراحت از نقش مرتضوی در این حوادث و خلافگویی او پرده برداشته بود. در گزارش کمیته ویژه مجلس که دی ماه گذشته منتشر شد، سعید مرتضوی به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز هجده تیر 88 به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده بود. مرتضوی دلیل این کار را فقدان ظرفیت زندان اوین و همچنین علت مرگ 3 تن از بازداشت شدگان روز هجده تیر را ابتلای آنها به بیماری مننجیت اعلام کرده بود. اما کمیته ویژه مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسید که هر دوی این اظهارات خلاف واقع بوده است. اواخر آبان ماه سال گذشته نیز خبری منتشر شد که از سردار رادان در نیروی انتظامی در ارتباط با بازداشتگاه کهریزک تحقیق صورت گرفته و پس از این تحقیق قاضی پرونده قرار قضایی را که التزام اخلاقی به همکاری در ادامه روند تحقیق است برای وی صادر کرده است. هرچند پس از آن خبری در ارتباط با پیگیری نقش وی در حوادث این بازداشتگاه منتشر نشد و خود وی نیز چون مرتضوی منکر نقش خود در حوادث بازداشتگاه کهریزک شد، اما رادان همچنان جایگاه خود را به عنوان جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور حفظ کرده و اظهارات وی در ارتباط با حوادث روز عاشورای 88 که در آن منکر نقش پلیس تهران در برخورد با معترضان خیابانی شد نیز واکنشی را از سوی مقامات قضایی ایران در بر نداشته. اظهاراتی که انتشار فیلم‌های منتشر شده از آن روز تردیدی بر نقش پلیس در کشتن و ضرب و شتم معترضان در روز عاشورا باقی نگذاشته. کوروش صحتی، صدای آمریکا، واشنگتن.